نظام سرمایه‌داری رو به اضمحلال، همه توان نظامی، توان سیاسی و فریبکاری خودش رو بسیج کرده است تا از مرگ حتمی نجات پیدا بکند. همه باید هوشیار باشند، به خصوص دولت‌های منطقه. آمریکا دوست صادقی نیست. تجربه نشان داده است که همیشه علیه دوستان خودش شمشیر کشیده است. ملت ایران، قوای مسلح ایران، ضامن امنیت، ضامن عزت، ضامن دوستی و صلح و برادری ملت‌های منطقه و همه ملت‌های عالمند. 5 مربند هواپیمای سائقه به عنوان آخرین دستاوردهای ساخته شده هوایی متخصصان رژه رفتند. همچنین چندین فروند میگ 29، F4، F14 و دیگر جنگنده بمب‌افکن‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران رژه رفتند. یکی از ویژگی‌های رژه 29 فروردین 1390 این است که برای نخستین بار 2 فروند هواپیمای جنگنده سوخو 24 همزمان با عملیات رژه سوختگیری هواپیما به عبارتی شکاری به شکاری رو انجام دادن که ابتکار عمل و تاکتیک ویژه‌ای بود برای نخستین بار. پس از یگان‌های دژبان ارتش جمهوری متشکل از 10 فروند ناو به خلیج عدن ایران تنها عملیات اجرا شده. سامانه پرتاب موشک زمین به زمین زلزال، موشک‌های مختلف راپیر، سامانه موشک دوربرد استیویس و پروژه قدر تجهیز بمب‌های سنگین 2000 پوندی و پروژه‌های سحاب، شاهین و همچنین پروژه مهاجر که طراحی و ساخت پهپادهای شناسایی و تهاجمی است. اینک ناوشکن جماران نمونه ای از خودباوری و خود اتکایی در سالهای سازندگی. ناوها و ناوشکنهای نیروی دریایی ارتش مورد استفاده قرار